بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل تماشابینان عزیز موضوع امروزی ما در مورد علامت های سحر و جادو هست از هر یکی شما ان شاء الله احترام و خواهش میکنیم ویدیو را تا به آخر گوش اندازید و در حق ما دعا کنید البته سحر و جادو امروز برادران در زمان ما و شما به نهایت بسیار باور کنین روزی نیست که یک شخصیت مقصد پرسون نکنه که مرا جادو کردگیان چیکار کنم فلان میشم بهمدان میشم انا مقصد پیش دکتر میرم مراجعت میکنم ولی از دستش هیچ نمیبیو همه جای ما سالم است البته در مورد علامت های سحر و جادو برادران به نهایت بگیم انا شمارش هاش بسیار است بعضی ها او را 3 میدونن 7 میدونن 12 میدونن بعد هم 20 و 30 و 40 قریب تا 70 و 80 علامتاش میروه در هر آدم برادر عزیز هر گونه لونگابون تماشا درد هست مثلا وقتی میگه انسان از موهش میگیرن جادوگری میکنن فقط سرش در میکنه یا که چشماش خیره میشه یا که گرنگ میشه برادر عزیزم یا که انسان را که جادو را میخروننش در یکون خوراک یا که در چیز دیگر میکنن میخرون او برعکس میشوه از همه همی سختش برادر عزیز این همی خروندن است الله نگهبان تو که یکون جادو یک بدبخت یک الله خور و ذلیل بگردونه این جادوگر رو ان شاء الله که خور و ذلیلن لیکن ما دعا میکنیم که الله نابود چون بگردونه الله از سر ما مسلمان ها این گونه بدبخت ها نیست و نابود کنه از همه وزبینش برادر خوردن هم وای از همش به سوی الله پناه میبریم برادر سوره قل اعوذ برب الفلق یا که معوذتین برادر سوره قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس در صحیح البخاری برادر حدیثی را از مادر من حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که میگه لبید ابن عصم یک جادوگر یهودی بدبخت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم جادو کرده بود رسول الله با شونه سر مبارک شونه کرده گیدن همون موهای افتیدگی را میگه گرفته گره زده که بود در هر یک گرهش برادر سوزن سخت کرده که بود همون گره ها را به سوزن سخت کرده بود الله لعنت کنه جادوگر را و بعدا با وی خرمو میگه ببینه برادر البته میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیارتر سر مبارک درد میکرد ولی در مورد وی وحی رسول الله یگان چیز از عقل رسول الله کم نشده بود برادر العیوذ بالله من ذلک که این چیز بعضی مردم در بسیار شده گیه سخن رو میگن یگان چیز الله محافظ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود از انشالله باز پایین میرویم بعد دقت گوش کنیم برادر جادو یگان خل در عقل رسول الله صلی الله علیه و سلم ضرر نرسانده بود از عقل رسول الله یگان ذره کمبوتی نشده بود برادر عزیز فقط سر مبارک چی درد میکرد و بعضی حالت ها چی بگیم که ما و شما در ضعیفی یا بقوتی الله نگهبان باشد این چونی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی در خود احساس میکردن بعضی وقت مادرمون حضرت عایشه میفرمایند که اونچنان بیمار میشدن که حتی سر مبارک برداشتن نمیتونستن بعد وقتی که همین سوره نازل شد وقتی رسول الله لبید ابن عصم بدبخت جادو کرد انا همین سوره ها را برادرا چه الله ذوالجلال به جبریل و جبریل به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آورد استعذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق ببینه برادر عزیز وقتی انسان میخونه الحمدلله رب العالمین بعد میگه که ای آیه یعنی سوره فلق نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی هر یک آیه تا میگه میخوندن مادر من حضرت عایشه میگم گریه ها خودشون کشوده میشد ام وای عقدا برادر خودشون میگم که کشوده میشد گفتم که به سوزن سخت کردگی و با دیگه کارها رو انجام داده بودند الله لعنت کنه جادوگر را میگه هر گریه که کشوده میشد نگاه میکردم رسول الله صلی الله علیه و سلام دیگر میشدم تا اون دمی که اخیران گریه از همون موی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر میگه جدا شد رسول الله پرید از جاشون خیستن که گویا از بند رها شده رسول الله صلی الله علیه وسلم و در پهلوش میگه حتی میگه جبریل امین علیه السلام حضرت جبریل که رسول الله صلی الله علیه وسلم برادر عزیز میدمی چوفش میکرد امروز بعضی از جاهلا و بعضی از من نمیدونم بود چی گونه اشخاص هستند که قبول ندارند دمیدن برادر عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم خود مادر من حضرت عایشه رضی الله عنها میگه من خودم دمش میکردم رسول الله را سه بار میخوندم دم میکردم ببینی میگه وقتی همین اخیران گره همین خیل باز شد رسول الله صلی الله علیه و سلم همین خیل پریده از جوشون خیستم
فقط سری رسول الله بینی هویت میگه سخت در میکرد که گفتم که برادر سری مبارک برداشته نمیتونست و جادو هیچ گونه در مورد وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا که در عقل رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ یک ذره ذره چیزی نادودنی چی ضرر نکرده بود برادر، زیرا محافظ او کیه؟ الله، الله نگهبان تاموشه. از همین خاطر برادرها ما برای چی سخنو را کردیم حوزی؟ گفتم که رسول الله را کی جادو کرده بود برادرها؟ لبید ابن عصم نگم این بدبخت یهودی بود. این همین شخصیت چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو کرد. پس تو امروز البته هستن جادوگرا. بسیاری جادوگرا امروز الله نگهبان موشه بسیارتر در اویله های میشوه که اویله های ثروتمنده. یه جگه که همش دنی نه که بسیارتر ده همون چیزا روخ میته. باور کنین بسیاری اشخاصی که می نویسه میگه من فلان خیر مقصد تاجیرم، من فلان خیر کاریگرم، نه که این همین چیز زنی ما یا که همین کارو میکنه یا که فلان بهمدان من که ینگا میکنه. خلاصی گپ برادر عزیز در یک اویله های میشوه که الله نگهبان تاموشه یا که دانشمندن و یا اینکه یک اویله بگیم که انا با آوروهای الله نگهبانتون یک دشمن بر ضد شما میکنه. شما فکر نکنید برادرو که مثلا همین یک کس موی سر شما را میگیره برادرو گره میبنده شما جادو دا میزنید. این خیلی نیست برادرو عزیز. مثلا شما یک جو مهمونی میروین وقتی که می نشینین با یک نفر غذا میخورین که در غذای همون جادو بود، هم او جادو هم او جادو خورده میشوه و هم تو برادر عزیز زیانش در هر دی شما خواهد و خواهد رسید. بعدن انا همو جنیاتی که برادر عزیز انا همو غلام هایی که جن های غلامی که میگه که هر بعضیش کورن او جن ها بعضیش کورن بعضیش کرن بعضیش شلن که همه تو میدونه که یک شخصیت هم میبینی خوبه میگن فلانی ترسیده است شل شده، فلانی ترسیده است کور شده. هر یمو جن های غلامی که چی دردی که بدبختا دارن میبینن در بدن انسان میدارن میگه انسان همو با همو جوش در میکنه. بسیار ترگی در مردم ما با علامت های جخیدن قلب های روی نفس برادر عزیز دل میجقه و بعدا هوایی شدن که این بیماری یا که ترس و وهم برادر که با یک و یه انگلیسی برادرها فوبیا یا که فوبیا میگن شه ترس و وهم و بعدا انسان برده برده در پانیک اتاک میرسونه که انشالله شخصایی که در وی بگیم یعنی در تیب هستن انشالله یه چیزا رو میدونن پانیک اتاک یک وی استروری هست که الله نگهبان تماشا از استرس وقتی که ترس بالای انسان پر میشوه بعد پانیک اتاک چه در انسان رخ میده الله نگهبان تون که اینا قریب الوقوع مرگ میگن الله نگهبان تون کم کم عزیزوش هم بگیم زیرا نترسن شخص هایی که وقتی تنگی نفس میگیرن الله نگهبان تاموشه یا که دیگه چیزا از مسجد رفتن حراس دارن، از یکان معرکه رفتن حراس دارن، از توی رفتن حراس دارن، از یکان شخصیت نگاه کردن حراس دارن، این چیز برادرای عزیزی من هم از جادو میشود و هم از ترسی که شما میخرین الله نگهبان تاموشه. فهمیدین؟ پس بسیاری الحمدلله ما بسیار اپاهایی را که بسیارتر از وی قرغان سری قرغان تیپا برای ما نوشته کردن الحمدلله هستن تا امروز و شوهرانشون الحمدلله برای ما یعنی می نویسن و ما برای ایشان هرچی که می دونیم توصیه می تیم الحمدلله رب العالمین. یک دعای او برای ما کفایه هست که بسیارتر می گون که در مردم خمون این چیز بسیار شده گه. برای امین اپاهای عزیز این چونین عروسک هایی که نو عروسکی می عروسک می شون نو کلن یک خاندان می شون وزی همو بیچاره ها را هم جادو کردیسیان وزی همو هم جادو کردیسیان بعدن شوهراشو می نویسه که قوری جان مرا عروسو میگه که دوستو نمی دارم می پیشتون می بیام دلم سیاه می شود در نظر رنگ یک سگ رنگ یک میمون یا که یک انسانی پشمینی بوری می توی برادر ببینی سبحان الله پناه می بریم به سوی پروردگار و ای مادرایی که ای خوشتامنهایی که ظالمی میکنی بالای کلونکای خودتان شما دخته نداره نه؟ شما دخته نداره؟ و یا اینکه ایز همه تو نمیدونم برادر عزیز ینگه ها را چی میگن در وی شما برادر الانی گابان تو موشه مثلا ینگه های کلانتر ینگه های یعنی کلونچک های خورتر همین کارو را میکردیم با فهمیده برادر عزیز از الله مهربان بترسه که همو جادو با گشته در سری همیان میزنه برادر. مثلا وقتی که انسان میره پیش یک شخصیتی با تقوی انشاءالله تعالی یا که خودش بیسا خودش خودش میخونه
و صدقه بسیار میکنه در یتیما و بینوایوها انمو جادوها میگه بسیارش برطرف میشه میبرو کسی که جادو کردگه انمو دستر انمو بدبخت میزنه در پیشونیش حلاک میشه انشاءالله بسیاری جادوهای انسانهایی که جادو میکنن جادوهاشون وقتی میگه کسی صدقه کردگه حدیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه بلا را دور میکنه کسایی که میگه جادو میکنن شخصی را که او شخص همون رو صدقه داده گه یا که سوره معوذتین برو سوره قل هو الله قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس خونده گه برو درو میگه وقتی جادو میکنه میبینه جادو برگشته میره در همون شخصی که کرده گه در همون بالای خودش میزنه الحمدلله رب العالمین الله هلاك بگردونه جادوگرا را کلی جادوگرا را و کلی کسایی که جادو میکنن الله از سر تمامی گفتی که پو اهل اویله ها برداشتشون بکنه تا اینکه یک هوا و هوا مقصد نفسی تازه و آزاده بکشه مردم امروز باور کنه میگم که کمی شخصی که برای ما نوشتن نکنه که خورجان ما دلم درد میکنه مقصد دهنم بوی بزیب میکنه انا همی علامت های بوی بزیب که از دهن میبرو برادرو یکی از علامت های سحر و جادو های الله نگهبانتون شما حتما دکتر برین زیرا ای از چیزی وی سلامتی بدن انسان همیشه و برادرو شما دکتر برین مثلا وقتی نفس تنگی دارین سردرد شدید دارین خیرگی چشم دارین دلشوره که از حد زیاد دارین لرزش دارین انا الله نگهبانتون باشه و یا اینکه یک نفر و یعنی که یکان عضوی بدنتون دار میکنه کتف ها برادرای عزیز زیرا در جادو هستن کتف ها کنجای اورنج برادرای عزیز و این انگشت های عصب این انگشت های عصب برادرای عزیز کشیش و حتی پوها از کار موندن این علامت های سحر جادو هست الله نگهبان و چرا الله نگهبانتون بسیار میگیم شاید که یک ملائکه آمین بگه الله مهربان ما و شما را نگاه کنه دیگه حفظ کنه در پناه خودش نگهبان باشه الیس الله بکاف عبده الیس الله بکاف عبده برادر عزیز هیچ کسی دیگه برای ما مهم نیست وقتی که الله با ماست او برای ما کافیه برادر به همین خاطر بسیارتر میگیم الله نگهبانتون باشه برین دکتر مراجعت کنین وقتی که بعد از آزمایشات مثلا همو طبیب گرفت همو ویشو گفت که فلانی ابن فلانی یکان جایی که شما درد نمیکنه دل شما کار کردنش خوب های گردش خون خوب است انشالله چشمکاتون یکان چیز زرینش یکان خیلی نشده است یا که از بگیم که سر تون یکان مشکلی نداره معده تون مشکلی نداره که دهتون بو میکنه عاروغ زدنی از هر بسیار یکی از علامت های سحر و جادو برادر عزیز من باز عاروغ زدنی از حد بسیار است به هیچی عروق میزنه به هیچی یکان خیل نه میدش در دوره مثال نه یک وی دیگرش نه یک بود زیوتیه در بگیم در وی وی یا که بعضی ها دمیش میکنن بعضی ها دمیش میکنن همه این همی برادرهای عزیز علامت های سحر و جادوهای الحمدلله رب العالمین برادره ما یک کتاب نوشته کرده گیم به نام علامت های سحر و جادو که البته به شکل پی دی اف است و شاید باشم برادرهایی که انشالله برادرهایی بگیم که قطعیان خیرخواه ما کتاب برایشون بفرستم و او را کتابچه کنند در هر کس که میخواهند تقسیمش کنند که البته این صدقه جاریه هست و در اوجه با دعاهایم هست بعدا حدیث را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر عزیز بیان میکنند که آیا برای شما من نآموزم سوره های را برادر عزیز که نه در تورات بود نه در انجیل بود نه در زبور سوره قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس برادر این امیره ان شاء الله تعالی هر کس که میخونه جادو برای او زیان نمیرسونه جادو میبیو گفتم کو میبیو برگشته اما که برعکس بو گشته میرود مثلا یک سگ شما وقتی از گردنش زنجیر قتی سخت میبنده برادر میبندیش در یک جو میکوینش سرش میته تا همو گرد اطراف زنجیر میرود انا همو جادوهای همو زنجیر گرد اطراف ما برادر عزیز اومدن نمیتونه یا جنم زنجیر قتی بستگی نه که ما و شما خدا پناه ته پای بی وضو باشیم هم پای بی تورات باشیم در محفل های فسق و فجور باشیم و بعدا برادرای عزیز یک چیز دیگر را فراموش نکنیم که آب هایی که رووشون بوزای این حتی در کتاب زیورات بهشتی که من این کتاب را بسیار توصیه میتونم تو بخونه زیرا داغ همین روزای بسیار مساله های مهم در گفزگی آب هایی که رووشون کشوده هست استفاده نبرین الخصوص در بیرون باشه
بودا بعدن بو انشالله ما در مورد این چیزا با باذن الله میرمون ویدیوها میکنیم و زیرش دمی کما کک در همه چیز معلوماتون دادیم انشالله باز همو قدر روشنتر کردنه برادر عزیز دیگه علامت هاشا به سهم شما میرسونیم نه که حتما وقتی همه علامت ها هست دکتر بره نه که دکتر به شما رسون که یگان جای بدن جسم شما یگان خیلی درد نیست بعد چی میگن دکترای ما الله نگهبانشون این چیزی تاجیکی های میگن در زبان تاجیکی های میگن بعد خدا پناه بده بعضی ها پیش فولبین میرون پیش جادوگر میرون نه هیچ نیست این همه الحمدلله این روز کامپیوتر قرآن و مثلا مگنیتفون و تلفن از همه چیز تلفن رو گیران کنه در رقیه شرعی را بمونه گوش کنه برادرای عزیز همه خیلی گوش کنه او خودش جین اما جادو باشه ایانتون میشه بعضی ها در دل شوراک بعضی ها در سرتا و خوردن برادرای عزیز بعضی ها در دل انسان تست تست پیش میکنن و یا که بعضی ها بگیم که فکر میکنه که اگه اون چیز زده استودایشه زود قط میکنه و فرار میکنه از او خونه یا که در یگانجا آوازی از اون است در یگانجا قرائت است اگر این چیزا باشه پس شما قطعا جادو دارین و جین بالای شما تاثیر رسونده که است شما میتونید فقط خداتون را بخونین و انشالله خودتون برادر عزیز چیکار کنه سوره ها را خونده دعاها را خونده در خودتون بدمین الله نگهبانتون باشه یگانجا اگر یکی یگان کلمه ها رو البته ما بسیارتر بعضیش تکرار میکنیم بخشش بسیار زیرا کسایی که در نزد نوار برادر عزیز خیلی سخن میکنن خداتون میدونه انشالله تعالی کمتر انسان در شاید احساسات داده می شود بخشش می پرسیم برادر عزیز یکانجا اگر کمبتی کرد البته انسان به کمبتی نمی شود حتما کمبتی داریم عذری بسیار الله یار و مددگارتان باشد در حق بنده دعاگو باشیم